درود بر همیهنان ارجمند، بینندگان و شنوندگان گرامی. شاهین نژاد هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان. دوازدهمین نشست رو پی میگیریم از سلسله گفتارهای تحلیل تاریخ معاصر ایران از دیدگاه جنبش رنسانس ایرانی. ما از آغاز صفویه آمدیم به زمان اکنون، حرکت کردیم، رسیدیم به دوره رضاشاه. در مورد دوره رضاشاه سخنانی گفتیم و حق مطلب هنوز ادا نشده. این بخش رو هم به دوره رضاشاهی اختصاص میدیم و بعد فکر کنم از نشست آینده اگر برسیم وارد آنچه که در ایران گذشت از جنگ دوم جهانی، دوره مرزاشاه پهلوی و سپس حرکت به سوی آنچه که سال 57 رخ داد، انقلاب اسلامی. شهرام گرامی درود بر شما. درود بر بینندگان. شهرام جان، ما در مورد رضاشاه و آنچه فضایی که باعث فراز آمدن چهره مانند رضاشاه شد سخن گفتیم. از اون فضای پر التهاب حدود 1285 تا 1302 که منجر به نخست وزیری سردار سپه شد و بعد 1304 رضا شاه از نخست وزیری به شاهی رسید، فکر کنم اشاره کردیم که نخستین کسی است که بر پایه یک فرایند قانونی با تشکیل مجلس مؤسسان که در قانون اساسی هم پیش بینی شده بود و کاملا برای میشه قانونی و غیر خشن، پادشاهی رو از دودمان به دودمان دیگر منتقل کردن که خودش هم میشود یک الگو باشه برای ایرانیان و هم فکر میکنم که التزام شخصیت مثل رضاشاه رو بر قانونمند بودن در اون زمان نشون میده. من یه چیزی رو کمتر بهش پرداختیم، شرم میخواستم که رشته سخنم بدم دست خودت و این رو بپرسم. رضاشاه برآمده توی چه کنش و واکنش هاییست؟ رضاشاه کیه؟ دقیقا توی اون 18 سال قدرت که 16 سال شاهی بود چه کرد؟ و میخوام نگاه تحلیلی و ژرف داشته باشیم. چه رخ داد در اون سالها و این شخصیت چه نقش تاریخی بازی کرد؟ راستش آخر سال دشوارترین پرسش همین پرسشه که چون با اون یکی های دیگه خب فرق داشت دیگه. ببین، من امروز یه بررسی کوتاهی میکنیم، البته این چیزایی که معمولا همیهنا خودشون خیلی خوب میدونن که چه کارهای اون زمان انجام شد، و بعد میرسیم به اون بخش بغرنجی که چرا توی همگامی بعدن سازنده با مهتران نفرجامید داستان و اون گسلها پدید اومد، و بعد این پرسش که چه چیزی این داستان رو کلن نیمه دوم حکومت رضاشاه این دشواری ها رو برون برانگیخت که تا به امروز هم اونا که بخش روشنفکری نه هستن اونو با حالتی که خودشون دوست دارن برآورد میکنن و اینم یک گسلهای فراتری برمی آوره. ببین، تو اول کار که ما گفتیم که رضاشاه که رضا خان بود اصلا نمیدونست تا کجا کار جلو خواهد رفت. خودش به خودش بیگمان میگفت رضا تو که از قضاخانه برآمدی و دانش بنیادی هم نیاموختی در زندگی و اینها، اگه همین تا ریاست بریگاد قزاخ هم برسی در حقیقت احتمالاً دیگه اون شایست زندگی تو انجام دادی و بیشتر از اونم نمیشه، بالاخره مهترانی هستن نقشای برتر رو بازی میکنن. اما هنگامی که به فرماندهی بریگاد رسید یا دست کم تو مراتب بالایش قرار گرفت، از فرمانده شد، یعنی آیرون ساید، در هنگامی که انگلیسی ها میخواستن برن چراغ سبز رو داد و رضا خان همون زمان اصرار داشت که افسر انگلیسی استخدام نشن، همش دست ایرانی ها باشه، و این تمرکز قدرت تو بخش بریگاد قزاق دست ایشون افتاد. بعد خب در اون فرایند کشمکش به سوی کودتا سوم اسفند،
رفت آمد بیشتری پیدا کرد با مهتران سیاسی ایران. و من میتونم تصور کنم که بر بنیاد اون چیزی هم که بعدا تو روح و روانش رخ داد و میگفت، از بخش بزرگ 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 این مهتران سرخورده بود، دیساپوینت بود. یعنی به خودش میگفتش که اینا چرا کار بلد نیستن، چرا اینجوری هن؟ در حقیقت خود فرایند که کارش رسید به داخل سیاست از کودتا به اونور به بهترین وجه این رو نشون میده. پس از که کودتا انجام شد که به وسیله اون سپهدار رفت کنار و سید ضیا اومد و او به گونه میشه گفتش که بعد نقش اول نظامی رو گرفت و وزارت دفاع رو به او سپردن و او هنوز اون رفت آمد نزدیک رو با اینها نداشت. داشت بیشتر بیشتر، چون به عنوان وزارت دفاع برای نخستین بار این مهتران قاجار که در رأس کار بودن، خب مجبورن با او در مقام وزیر صحبت کنن و او بیگمان از همین دوره بی اندازه احترامش رو به این مهتران از دست داد، چون از نزدیک وقتی باشون کار کرد. مثلا همون سید ضیا که نیامده چون احمدشاه ازش خوشش نمیمد، اون رفت و اگه اشتباه نکنم قوام رو آوردن. در قوام هم، در زمان قوام هم، قوام سلطنه هم که رضاخان وزیر دفاع موند، یعنی کلا این تنها ثابت این کابینه هایی که میمدن میرفتن وزیر دفاع موندن ایشون بود، میشه گفت با قوام از نزدیک آشنا شد. اگه اشتباه نکنم یه دو سه ماهی بیشتر سید ضیا نبود بعد قوام اومد. در سمت وزارت دفاع قوام با رایزنی هایی که با بقیه وزرا انجام میداد فشار آورد که ما این ریفورم یا این بازدیسی ارتش رو انجام بدیم، که در اون به گونه که ما اشاره کردیم اون ژاندارمری کلاسیک و بریگاد در هم گداخته شدن و با بخش بریگادش که به یه کارآمدی هم رسیده بود در همون زمان ها بود که میرزا کوچک خان رو هم سرکوب کردن و اینم به عموم قوم نشون میداد که اینجا یه مرکزی از کامپتنس پدید اومده تو این بریگاد. رو داستانی شده است. به هر حال در همون زمان رضاخان متوجه شد که متوجه یه فاجعه شد که مهتران ایران ممکنه حالا تحصیلات ادبیاتی داشته بوده باشن، ممکنه فرنگم رفته باشن، ولی به دلایلی که رضاخان نمیفهمید، میگم من مطمئنم تو اول کار شوک بوده که اصلا چرا اینجوریه، اینا کاملا توهی از کامپتنس هستن. این وقتی با اینا صحبت میکرد در مورد اهمیت ایجاد ارتش نوین و برافزودن شماره این ارتش، اون زمان حالا بهش قشون میگفتن، اونها معمولا اصلا درک نمیکردن و میدید که اینا تو همین قایم موشک بازی های قاجاری قدیمشون هستن، که این نخست وزیر میشه اون نخست وزیر میشه، مثل چرخ فلک میگرده، هر کیمون بسد یه خورده جیبشو پر میکنه میره خونه. و این برای رضاخان بی اندازه خاطره کریهی از همکاری با اینا گذاشت. یعنی یه بخشی از بعدن از دموکراسی منحرف شدنش یا به کنار زدنش خواسته کنار از این بود، از اینا دلش پر بود. و هزار بدبختی افراد راضی کرد که شمار ارتش رو افزایش بدن، اگه شما نکنن به 35,000 نفر و اون کانسپت پنج لشکری رو ایجاد کرد که توی تهران و نمیدونم کجا بود، تبریز و مشهد و اگه اشتباه نکنم اصفهان و همدان بود پنج لشکر اولیه که کاشتن. و وضعیت اقتصادی کشورم بی اندازه درام بود، خراب بود، اصلا فاجعه بود، صفر بود و کمابیش بخش بزرگی از درآمد این پنج لشکرم که به زور بس بود برای اینکه آدم نظم کشور رو نگه داره و جلوی تجزیه رو بگیره، خب 10 برابر اون چیزی بود که زمان قاجار وجود داشت، ولی بازم کم بود. و همین رو هم کشور پول نداشت بپردازه، از آیدی شرکت ایران انگلیس می اومد در حقیقت اپوک. و اینا همش برای رضاخان تحقیرآمیز بود و از خودش میپرسید چرا مهتران دست به دست هم نمیدن و یک سیاست های قوی به سوی برکشیدن اقتصاد، برکشیدن آموزشگاه ها و اینا انجام نمیدن. این وضع کشور ما چرا اینجوریه که ما حتی اینقدر قشون نمیتونیم داشته باشیم که از تمامیت ارضیمون درست دفاع کنیم. این همین ارتش 34,000 نفری که وقتی میخواست به خورده اینا بده، تو نمیدونی از چقدر زد و خورده پشت پرده با اینا رد شد، که اصلا براشون
کوچکترین اهمیتی نداشت برای اون مهتران کلاسیک روزگار قاجار. درست. حالا خودش میدید از یه طرف باید با اینا چونه بزنه، از طرف دیگه هم همه کار رو باید خودش بکنه. تو همین هیری بیری با چونه زدن با قوام این بود که قوام رو به حمدالله احمدشاه اصلا از کار برکنار کرد، به خاطر اینکه برخلاف بخور بخور همیشگی که وزرا وقتی سر کار می بودن دزدی هایی که انجام میدن، قوام دیگه اینقدر دزدیده بود که دیگه حتی احمدشاه فاسد قاجار هم دیگه تحمل نمی کرد. خب احمد قوام برو پی کارت. این تا تصور که این رضا خانم که تازه از قزاخانه اومده اونجا، برخورد اولیش با مهتران ایران اینه، یعنی این خاطره رو به یاد سپرد از اینا، برای همین بود که بعدن احترام بهشون نداشت. شهرام من فکر میکنم که یه گونه میشه بعد همانندسازی هم کرد، آنچه که رضا شاه میبینه و وا میره از کیفیت شخصیت های سیاسی، ما از دور موقع شما یه چیزایی میبینی و میشنوی، وقتی نزدیک میری با اینا تو نشست میشینی صحبت میکنی کاراشون رو میبینی، خب طبیعتاً از چشم رضا شاه افتادم که من فکر کنم الان هم ما همین رو میتونیم تو عصر امروز هم ببینیم. شما مثلا فرض کنید صحبت میشه رهبران اپوزیسیون، حالا اگر اپوزیسیون در کار باشه، با برخی از اینها نه الزامن همه، ولی با برخی از اینها وقتی هم سخن میشین میبینید بسیار تو خالی هن. بسیار تو خالی هن. و شما حسابشو بکن که تو این عصر وقتی شما کس یا کسانی که کاری هم نیستند، یعنی پست اجرایی ندارن، قدرت اجرایی هم در اختیارشون نیست، وقتی میبینی اینجوری دل سرد و ناامید میشی، یه شخصیتی مثل سردار سپه تو جلسات هیئت دولت، تو گفتگو با نخست وزیر، با درباریان دوربر احمدشاه، با به اصطلاح خوانین و بزرگان، یه دفعه میاد به نتیجه میرسه، میگه که آقا ظاهرا صحنه این بیشه از شیر خالی است، اینا آدم های ناکارآمدین. ما نمونهشو همین امروز هم میبینیم. شما من مثال آقا اپوزیسیون ایران زدم، همینجا در امریکا الان از پری روز آقای سوال هال نماینده حزب دموکرات در کنگره در مجلس نمایندگان امریکا پروندهش در اومده با یک خانم چینی که مامور یعنی جاسوس چین بوده. خب یه نماینده مجلس با یه جاسوس چین ارتباط با هم داشتن، این تا اینجاش خیلی عجیب نیست. اینجا عجیب میشه که شما ببینید نماینده مجلس رئیس کمیسیون امنیت هم بوده، یعنی مطالبی که با بالاترین کلیرنس اطلاعاتی امنیتی در امریکا گزارش میشده دست ایشون میامده و ایشون با اون خانم چینی ارتباط بسیار نزدیک داشته و خیلی راحت با گذاشتن یک خانم چینی ها تونستن تمام این چند سال اطلاعات رو بگیرن تو سه سال خورده، چهار پنج سال گذاشته. منظورم این است که خیلی وقتا نزدیک شدن با کسانی که در مصدر قدرتن اونا رو برای آدم آب میکنه، آدم از دور یه ایمیجی میبینه، یک تصوری داره، وقتی نزدیک میشه میبینه که نه متاسفانه خیلی چند تا خالی است. ببخشید ادامه بده شما. خب حالا این باز با مال فرنگی ها سنجیدن اینجا به هم نمیخوره، چون انتظاراتی که خب رضا خان پیش از اینکه بیاد تو این کابینه و بعد اومد فاجعه بار سرخورده شد. یعنی ببین به عنوان کسی که از قزاخونه میمد به خودش میگفتش خب رضا تو که سواد آنچنانی که نداری، فقط با همت و دوندگی و ابتکار و اینا تونستی تو این بخش بریگاد قزاق بیای بالا. ما هم که ارتش منظمی تا کنون نداشتیم که توش پر از افسرهای تحصیل کرده باشه، وگرنه اصلا به تو راه نمیدادن اصلا بیای بالا. تویی که با این همه چنگ و دندون اومدی بالا و سواد لازم هم نداشتی، فقط با همت و ابتکار و هوش بوده، خارج از رده در حقیقت اینجوری بالا، این وقتی وارد کابینه شد بیگمان خیلی انتظارات داشت که الان مهتران اونجا خواهند بود و دست او رو میگیرن و کار رو بهش یاد میدن. و این وقتی این افراد فاسد و ناکارآمد و بچه ننه و دزد رو اونجا دید، همه این ویژگی هم با هم دیگه، این اصلا مثل یه پدکی بود که کسی تو سرش کوبیده. بیگمان یک دو سال اول همش در حال ری اورینتیشن بود که اصلا اینا چرا اینجوری هن. پس از این که قوام رو به خاطر دیگه سوپر دزدی فرستادن بره دنبال کارش، اگه اشتباه نکنم بعدش پیرنیا اومد که بعد رضا خان اونجا بیگمان خوشحال بود، خیلی خوشحال بود که میگفت یکی اومد که دیگه سوپر دوزد نیست و یه مقدارم اساسی تر شاید تونستیم یه کارایی رو باش بکنیم.
با پیرنیا صحبت های بسیاری داشتن در مورد همین ادامه رفرم ارتش. در اون دوره بود که اگه شما نکنم رفتن با میلز پو صحبت کردن، آرثر میلز پو، که در ادامه سنت مورگان شوستر یه دونه رایزن آمریکایی بیارن که مال انگلستان نباشه، مال بخش استعمار نباشه، بیاد کمک کنه بخش مالی و اینا برکشیده بشه که اینا از تو این چاه که توش افتادن چند صد ساله بیان بیرون و اقتصاد را بندازن از این حرفا. یعنی یه نمودهایی بود و نمودهای نیمه امید بخش. رضا خانم که در این طرح دراز مدت رو داشته شد کلن مسئله خطر تجزیه کشور رو فعلا برداره، که اول گفتم با میرزا کوچک خان جنگیده بود در هنگام نخست وزیری پیرنیا بود اگه اشتباه نکنم، که از اون فرصت ثبات نسبی استفاده کرد رفت با سیمکو یا سیمیتقو در افتاد و اون امکان گسل اونجا رو هم زدود برداشت اگه اشتباه نکنم در اون دوران بود. به حال پس از اون در ادامه اون کاری هم که با میرزا کوچک‌خان موفق شده بود این برجسته تر شد، نامش چه در میون مهتران چه در کهتران یه خورده برجسته تر شد. و بعد رضا خان که دید پیرنیا آدم اساسیه اومد باش صحبت کرد که ببین من الان دو تا خطر بزرگ هنوز تو کشور مونده که وضعیت شرق بسیار منطقه ترکمن و اینها و از همش بزرگتر قده سرطانی تر خزعله که من گذاشته بودم برای آخر کار، که چون تا اندازه درگیر میشیم با خود انگلیسی ها و منافعشون، اونم جاپاشم خیلی قویه، وضعیت خطرناکیه، من کمک نیاز دارم، کمک مادی نیاز دارم، گسترش دوباره توان همین ارتش رو نیاز دارم، پشتیبانی 100% مهتران رو نیاز دارم که برم گلوش رو بگیرم و خفش کنم. و پیرنیا هم تا اندازه بهش ساپورت داده بود، ولی وقتی درخواست امکاناتی بیشتر شد و پشتیبانی شد خیلی زدن کنار و یه واکنش در حقیقت نیمه منفی یا منفی برآمد. و خود احمد شام که اصلا گمون کنم تو کشور نبود، دورا دور مثلا بی خیال، رضا شام واسه این اصلا دیساپوینت شد، سرخورده شد، مثلا درخواست چیز داد، استفاده داد. و البته احمد شام دورا دور مثل این که نپذیرفت، یا برادرش اون لحظه بود دیگه، حسن میرزا، اون نپذیرفت. و پیرنیا ولی خودش این وسط گیر کرده بود و دید که واقعا مهتران کمک نمی کنند و بدنه دستگاه الیت کشور اصلا کشش این کار رو نداره، شاه هم که بیخیال همش در حال مسافرته، اونم با سرخوردگی اون استفاده داد، استفاده اون پذیرفته شد ولی مادر رضا خان نپذیرفتن. بعد قوام اگه شما نکنم دوباره اومد، یعنی دقیقا چرخ فلک مسخره بازی این سیرک دوباره ادامه پیدا کرد. در این دوران بود که اگه اشتباه نکنم یه موقعی بالاخره احمدشاه لطف کرد از اروپا برگشت، مثل اینکه 11 ماه بیرون از کشور بود تو اون وضعیت، با تصور کنی تو اون وضعیتی که اینجا میرزا کوچک خان است، اونجا سیمیتخو است، اونجا خیلی میپاسه خوش 10-12 ماه گشت و گذار توی اروپا، بعد 11 ماه برگشت و رضا شاه تو این فکر بود که احمدشاه رو برانگیخته کنه، شارژش کنه، بگه این چون جوونم هست یه شاه ملی ازش درست کنیم. رفت یک برنامه خیلی مفصلی و پر احترامی درست کرد از بوشهر تا تهران که وقتی احمد شاه داره برمیگرده ببینه که یه ارتشی پدید اومده، خطرات کاسته شده، یه حداقل نظم پدید اومده، ببینه این بریگاد قزاق به یه جور ارتش سراسری برکشیده شده و امکاناتی هست، ابزار بازوی قدرتی هست که دولت میتونه رون این بار تکیه کنه، اون خلای قدیم نیست. اما چام ظاهرا خوشش اومده بوده، تشویق میکرده، سپاس میگفته، ولی بی علاقه. پس از کوتاه‌ترین مدتی به پشپشش اومده بود که داره سفر بعدی رو آماده سازی میکنه. اینجا بود که رضا خان از درون اصلا برید، یعنی به تمام این دار دسته برید و به خودش گفتش که هر چی میخوای انجام بدی یا قراره انجام بدی باید from scratch، از صفر باید برکشی، چون اینا یه مش تریاکی دزده یا بچه ننن، معمولیاشون تریاکی و دزد و زنبارن، خوباشون مثل مثلا پیرنیا یا مصطفی بچه ننن، کار بلد نیستن،
یا مثلا کتاب میخونه برات شعر میگه از این حرفا، ولی کار وقت دستش میگی مثل شیر درنده اونجا کار رو انجام نمیده. یه خوردم که مقاومت میشه علش آنی استعفا میکنه، فرار میکنه، میره. در حقیقت چند تا چهره هستن که از مشروطیت به بعد میاد و مرتب نخست وزیری بدین دست به دست میشه و چون کاری هم از پیش نمیبرن صحنه رو خالی میکنن، بعد دو ماه سه ماه چهار ماه میرن یکی دیگه میاد. مصطفی و ممالک که مشیر دوله پیرنیاست، قوام السلطنه است، یکی دو تا ظهور آقای وثوق الدوله است، یعنی تعداد انگشتان یک دست آدم مرتب جابجا میشه و هر کدام میان فقط فعل نخواستن رو صرف میکنن و از پس کاری بر نمیان. و این کابینه ها البته از 1300 اشتباه نکنم بخش اشتراکشون تا 1302 تو دو سال اینه که وزیر جنگشون سرد و سپه رضا شاه آینده. ببین مشکل پشت پرده است، اصلا روی پرده دیده نمیشه. این مرد که خودش آدم نظامی بود و کار انجام بده بود و اصلا روحیش هم با این تریاکی ها فرق میکرد، مشکل اصلیش این بود که وقتی با اینا رفت آمد میکرد یه مش آدمه یا دزد میدید یا بچه ننه، و اینا از درون اینو سرخورده کرده بود، یعنی احترامشو به اینا از دست داد. حالا به خودش میگفتش که باید مثل یه طرح نو در اندازیم، یعنی قبل از اون تا دو سه سال قبلش به خودش توی فکرها اصلا نبود که ممکنه تو یه موقعی نخست وزیر بشی، شاید شاه بشی. این به این مسیر کشیده شد بس که این یکی آدم های بدبختی بودن. اگه اونجا مهتران گردن کلفت و کار آمده بودن، این طفلی که اونجا به وزارت جنگ هم کلاشو مینداخت هوا و تا روز رستاخیز سپاسگزار بود که به عنوان یه قزاق ساده بدون تحصیلات عالی تا اونجا رسیده. اون که کار رو میکردن دیگه اصلا نوبت این اصلا نمیشد. اینه که یا بس که بچه ننه بودن، بس که تریاکی بودن، بس که فاسد بودن، بس که از هم گسیخته بودن، نقنقو بودن، این همین بخش بزرگی از مهتران اپوزیشنی که هنوز ما داریم خارج از کشور. این پیر مردای ایرونی مثل این که خواسته چون تغییر نکرد از اون موقع تا الان، یا تریاکی و فاسدن یا بچه ننه. اون وسط یه چیز مثلا یه آلمانی مانند ما نمیبینیم که آدمای واقعا کار انجام بده، فهیم، گیرنده، دریابنده، به هم پیوند دهنده، تحریزنده، فروتن، اینجا به همدلله اونجا وجود نداره. و این اون زمان هم همین جوری بوده. به هر حال این بیشتر و بیشتر این احساس بهش دست داد که مثل اینکه تو داری کشیده میشی به مرکز اتفاقات. خلاصه اگه اشتباه نکنم چیز بود، بعد از این که قوام یه مدتی دست و پا زد، بعد یه قراردادی میخواست با شوروی بنویسه که وضعیت نوین رو رله کنه، حالا که امپراتوری تزار فرو ریخته بود، اونم درست نگرفت. اونا دعوا داشتن سر نفت شمال، من وارد جزئیات نمیشم که نفت شمالم یه مسئله نوعی بود که رخ داده بود که خود ایرانی‌ها بیشتر دوستشون به آمریکایی‌ها بدن که پای انگلیسی‌ها کوتاه بشه، ولی روس‌ها می‌خواستن دخیل بشن انگلیسی‌ها. بدبختی قوام دوباره استعفا داد. پس از اگه شما نکنم دوباره پیرنیا اومد، صبر کن اگه اشتباه نکنم بله اینجوری اگه اشتباه نکنم به هر حال رضا خان در این مدت دیگه کم کم تو ذهنش شکل گرفته بود که باید خودت یه کارایی بکنی، باید خود یه کارایی بکنی و رادیکال هم این کارا باید باشه. در همین زمان بود که توی ترکیه مصطفی کمال رفرماشو انجام داده بود و حتی تو برخی روزنامه ها اشاراتی هم کرده بودن که ای کاش ایرونیام عین ما که ما این خلافت پوسیده رو رها کردیم و جمهوری مدرن شدیم و دیگه همه چی رو می‌خوایم از نو دیگه آجرای نو بزنیم و اینها، ای کاش اونام این سلطنت پوسیده‌شون رو رها می‌کردن، اونام جمهوری می‌شدن، اونام آجرای نو می‌ذاشتن، یک کشور هم دو تا کشور همسایه رو به پیشرفت، دست به دست دوست، اینا با هم برن جلو. یه همچین چیزایی هم اونجا نوشته. و تو خود مهتران ایران هم که یه دلزدگی بزرگی از وضع روزگار قاجار و کشور خودشون اینها داشتن، یه بخش قابل توجهشون گفتن آره راست میگن، ما مثل اونا جمهوری میشیم، پیشرفت از نو آغاز میکنیم اینا فلان، که این طرح
جمهوری برآمد و از ذهن خود رضاخان هم نبود، مهترانی بودن که اونجا نوآور بودن تو بخش اندیشه و رضاخان هم داشت منطقی اومد گفتش که آره ما رو همین طور کار میریم، یه استارت نو 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 میزنیم و همه پوسیدگی ها رو یه جا لایروبه میکنیم. که در اونجا خب روحانیت بسیار ترسش گرفت و گفتش که این خب اگه بخواد شبیه ترکیه بشه بعد دیگه یه مسئله بی انتهایی در درگیری با دین باشه و گفتن که نه برای ایران فقط همون سیستم شاهنشاهی کلاسیک قابل تصوره. حالا از دید اونا از زمان تشیع به این ور توی یعنی کوالیشن با آیین شیعه فقط اون، حالا اگه میخواد رفرمش کنید اشاراتی کردن پشت پرده اگه میخواد یه خورده رفرمش بکنید، رضا خان رفته بود تا صحبت‌های با خود مهتران دین کرده بود، اگه شما بخوام اون زمان عبدالحسن اصفهانی بود، حائری یزدی بود و ناینی بود اون ستا مهترشون و بعد صحبت‌هایی که شده بود اونا گفتن نه برای ایران شاهنشاهی بهتره. حالا اینجا اگه روح امام خبر داشت بیچاره تو آرامگاهش یه بار میچرخید که این آیت الله شاهنشاهی رو نگه داشتن تو ایران. البته اون آیت الله قدیم هم آیت الله سنتی بودن، یعنی مثل مال امام چیز نبودن، مدل فوق شیک چپی اینا به هم بریز اینا نبودن. حاج عبدالکریم حائری اگه اشتباه نکنم بعدن مدرسه فعلیه رو درست کردن، یعنی یه حالتی باشه که این هر دارن اون توی یه واتیکان مانندی درست بشه. این شهر میگن خوبه این نکته رو من بگم تو سخنان البته در چکیدش رو گفتی، این است که برخی همیهنان پرسیدن، من سه چهار تا پرسش اینجوری داشتم که چرا رضا شاه به دنبال جمهوری رفت؟ الان شهرم داشت توضیح میده. ببینید شما یه موقع هست یک شاهنشاهی کلاسیک داری مثل دوره هخامنشیان تا بیاین تا پایین ساسانیان و یه موقع شما پدیده نام سلطنت رو داری که خب در دوره اسلامی اسلامیزه شده است از سلطان محمود به این و شما اصلا نام سلطان رو میبینید میاد وارد ادبیات سیاسی ایران میشه، سلطان محمود غزنوی، سلطان مسعود غزنوی، سلطان محمد خوارزمشاه، بعد از زمان شاه اسماعیل هم دوباره شاه میاد هنوز در اون مایه را اندازه زیادی همون سلطنته که من به نظرم آمیخته ایست از نظریه خلافت اسلامی که ادغام شده آمیخته شده با خان و خانبازی اقوام ترک آسیای میانه که وارد فلات ایران شدن. یه امتزاج اینگونه پدیده سلطنت رو در ایران در حقیقت جا میاندازه. حالا شما در پایان دوره قاجار که سردار سپه میاد و دنبال فرمول جمهوری میره، شما با شاهنشاهی ایران شهری ساسانی که روبرو نیستید، با یه سلطنت درب داغلی روبرو هستید که آخرین دودمانش که دودمان قاجار هستن ایران رو برباد دادن و آخرین سلطان از این قاجار هم احمدشاه قاجار به گفته خودش ترجیح میده مدیر هتل در لندن باشه تا شاه کشور ایران. بنابراین عملا چیزی از فضای شهریاری ایران شهری شما اونجا نمی‌بینید. رضا شاه این هفته اقدام بکنه علیه ساسانیان یا هخامنشیان، اون همین سلطنت در داغون شیعه گونه شده دوره قاجار رو داره می‌بینه و خب طبیعتا هم جان شهرام بود چون جمهوری در ترکیه هم با مظاهر مذهب مخالفت پرداخته بود و حالت ایرانی سیتش هم اول داشت نشون میداد، برای روحانی سنتی در ایران یا حتی خیلی طبقات سنتی جمهوری به معنای لا مذهبی بود و طبیعتا ترجیح میدونن که دستگاه سلطنت باقی بمونه و اینم در حقیقت یک توضیح مختصری بود از آن که چرا سردار سپه تن داد به اینکه دنبال نسخه جمهوری بره. ببین کسانی که پشت پرده بعدن از همون زمان در تماس افتاده بودن ولی سپستر بسیار بیشتر دیگه رایزنی میکردن، کسایی مثل خود حتی کسایی مثل خود پیرنیا، فروغی، تیموتاش، حالا نسبت به کسایی که بعدن سهمی در کار پذیرفتن یا نه ولی تو رایزنی های پشت پرده تو صحبت های بسیار بودن،
اونا بر این باور بودن که یه جوری باید یه استارت نو زد، حالا یا میخواد در بستر جمهوری باشه که آدم با این سلطنت شیعه کلاسیک همونطور که ترکا با خلافت بریدن ما با این میبریم از صفر آغاز میکنیم، یا اینکه اگه میخوایم یه پادشاهی داشته باشیم پادشاهیش باید ادامه پادشاهی پیش از اسلام باشه که هم از نظر روحی مثلا سرزنده باشه و اهل پیشرفت باشه و اهل خرد باشه و اهل هنر باشه و اینجور چیزها، و دربارش هم دیگه یه دربار نمیدونم حرمسرایی کریه اسلامی اینا نباید باشه، بلکه یه دربار همون مثل یه رو یه بخشش مثلا نمودی سایه از اون دربار فاخر ساسانی باشه، یه بخشش هم نمودی باشه از دربارهای مدرن اروپای شمالی، و طرح پردازشش هم بعداً تو دیتیل دست تیمورتاش افتاد که چجوری این دربار نو پرداخت. گفت آقا حالا یا چون چند نفر چهره سیاسی نام آوردی، من یادی هم بکنم از سلیمان میرزا اسکندری که رهبر فراکسیون چپ بود در مجلس شورای ملی اون موقع، حالا چپای اون موقع هنوز چپ وابسته نبودن، نوگرایان رو میگفتن چپ، و او هم از کسانی بود که بسیار سردار سپه رو تشویق میکرد که این فرمول جمهوری جلو ببره. بعدها که این شکل از خود در زمین تغییر سلطنت هم ایشون همه نماینده های دموکرات رو که چپ اون هنگام بودن و با روی کار آمدن پهلوی همگام کرد. به هر حال خواستم بگم که ما چون نام چپ میاد همیشه وابستگی میاد در نظرمون، اون دورهای آغازین مجلس چپ هم چنین ویژگی نداشتن، بیشتر دوباره نوگرایی و دور شدن از مذهب و مزار مذهبی بود. بله، حالا من فلس نام همه نمیتونیم، من فقط روح زمانه رو میخوایم فقط در حقیقت بگیم که رضا خان در این مرحله دیگه متوجه شده بود که یعنی که نخست وزیرم که شده بود، من مسئله نخست وزیر شدنش رو وسط راه دیگه اینقدر از صحبت پریدیم نگفتم، و داخل بعدا نوبت خودش شد که نخست وزیر شد و از موقعی که نخست وزیر شد در درون خودش دیگه تصمیمات بزرگ رو گرفته بود که یکیش مسئله جمهوری بود، یکیش مسئله جمهوری بود. بعد وقتی که جمهوری مقامت شهید بشد، بعد گفتش که اوکی پس باید یه طرح رادیکال دیگری رو بریم دنبالش، و اون طرح رادیکال دیگر این بود که پس اصلا این دودمان پادشاهی رو دگرسازی کنیم، که وقتی که ما یه دودمان شاهی قاجار رو با تمام اون رسوبات و افراد و ارتباطات خانوادگی اینا رو قطع کنیم یه دودمان پادشاهی دیگری بذاریم اونجا که همین حالات روحی نو یا ایرانی یا سنتی کلاسیک ایرانی همراه با اروپای شمالی در هم آمیخته رو اونجا برگزاره، اینم خودش ریستارتیه، اینم خودش ریستارتیه. حالا از اینجا انتقادات کسانی آغاز شد که میگفتن که آقا چرا تو به عنوان نخست وزیر کارتو فقط انجام نمیدی، یه دوره دو دوره سه دوره تمام این رفورمایی هم که میخوای فورس ماژور انجام بده، و چرا دودمانو میخوای تغییر بدی، آیا واقعا لازم بوده نبود؟ من گفتم در مورد کار رضا شاه که بعد نیمه دوم حکومتش رسید انتقاد همجا انتقاد داره میکنیم، این یکی رو بی خود میگن، این یکی رو بی خود میگن، چون یه چیزو درست فهمیده بود که به خودش میگفت اگه من یه دوره دو دوره سه دوره به عنوان نخست وزیر اینجا رفرم های بزرگی هم من بکنم، ولی دودمان پادشاهی ما با اینکه از نظر قانونی اختیاراتی هم قرار نداشته باشه توی مشروطه، ولی روحشی روح فاسدی باشه و با ارکان فاسد همین خانواده های قاجار هم بخش بزرگشون در تماس باشه، این مثل یه مرگ قده سرطانی میمونه در یک پیکری که تو میخوای پیکر رو درمان کنی بدی قده سرطانی رو جراحی نمیکنی بیاری بیرون. بعد از اونجا همیشه الگوهای اشتباه، حالات روحی اشتباه دوباره به جامعه تزریق میشه. اینه که دودمان پادشاهی با اون که اختیاری قرار نیست داشته باشه تو کارهای دولت، ولی باید یه بار بهینه سازی بشه، پاک سازی بشه. حالا یک کسی ممکن بود بگه که خب چرا یکی دیگر نمیذاری، چون خودت که داری نخست وزیری داری کار اجرایی میکنی
خب اون موقع همون مشکلی پیش میاد که بعدا تو مخالفت تو مجلس چند نفر گفته بودن که بابا اگه یه کسی هم هست که کننده است که خود ایشون باشه، این اگه بخواد از فردا شاه بشه، خب دو حال داره، یا دیگه تو کار اجرایی دخالت نمیکنه، اینکه تنها آدم با عرضه‌ای که ما داشتیم میره پی کارش. اگر بخواد دخالت کنه که اون موقع اون بنیاد مشروطه به خطر میفته، اصلا دیگه چیز میشه، مختوش میشه. پس بنابراین ایشون به این حالت تغییر دودمان نده. حالا یک کسی هم ممکن بود بگه که اگه تغییر دودمان برای میدی یک کس دیگر رو بذار اونجا شاه نمایشی، خودت کار نخست وزیر رو ادامه بده. حالا ما دیگه اونجا نیستیم که این جزئیات رو بخوایم با ایشون خودمون ساعت‌ها از نزدیک بررسی کنیم ببینیم اون زمان چی گفته میشد، چی انجام پذیره، چی انجام پذیر نیست. ولی شاید هم یه مقدار همین مسئله جاه‌جویی شخصی هم بوده که به خودش میگفته حالا که قراره یه دودمان نوعی بیاد و این ریستارت روحی رو در سطح کشور انجام بده، خب چرا خودت نه، که به خودت بیشترین اعتماد رو داری تو این مسئله میهن دوستی یا به خود وفادار بودن یا هر چی، یعنی به آرمان‌های خود. کرم جان، از سوی دیگه طبق قانون اساسی مشروطه شخص شاه خیلی تشریفاتی نبود. یعنی شما اگه نخست وزیری بودی که عالی هم کار میکردی تو دوره فترت، یعنی موقعی که مجلس برقرار نبود، که اتفاقا از مشروطه تا زمان رضا شاه مجلس بیشتر اصلا تعطیل بود، حالا جنگ جهانی اول بود، خیلی مسائل بود. بر اساس قانون اساسی نخست وزیر بدون رأی اعتماد، ببخشید شاه بدون رأی اعتماد برای نخست وزیری میتونست نخست وزیر منصوب کنه و یکی عزل کنه. این که شما بتونید نخست وزیری رو به هر دلیلی کنار بزنی، این اختیار خیلی کمی نیست. از اونجایی هم که از 1285 تا 1302 که ایشون نخست وزیر میشه یا 1304 که ایشون شاه میشه، تعداد روزا که مجلس وجود نداشته بیش از تعداد روزا که ما مجلس شورای ملی داشتیم، فکر میکنم که خیلی شاه فرمالیته هم نبوده. یعنی شما میتونستی بگی من به عنوان نخست وزیر کار عالی هم بکنم، احمدشاه با یک چرخش خودکارش میتونه من رو برکنار کنه وقتی مجلس وجود نداره، و این کار بارها هم شده بوده. بنابراین من فکر میکنم توی زمین باید به رضا شاه یا سردار سپه اون هنگام حق داد که اطمینان نکنه به اینکه بیاید کلی برنامه‌اشو ببره جلو و بعد یه دفعه شنبه بهش میگه حالا برو خونت بشین و یکی دیگه قرار می‌خواست وزیر بشه. من باید در مورد به ایشون 100% حق بدم. ببین به خودش میگفتش که این افراد که افراد فاسد منحرفی هستن، بخش بزرگ مهتران کشور، بخش کوچکترشون که آدمای ممکنه ایده های داشته باشن، ساله باشن اینا، ولی خب اونا که اقلیت ما هستن، بخش بزرگ فاسده، جامعه فاسده، کهتران کشورم به حمد الله فاسدن. تو به عنوان یه موجود نسبتا غیر عادی اینجا پدید اومدی، رضا به خودش میگفت داری این کار رو با دگنک خلاف خواست افراد میبری جلو، چون اون بریگاد قزاق یا ارتش هم داری تکیه میکنی. ولی اگر که این یک روح دائمی توش نباشه، به قول تو یا یه موقع اصلا خودتو میذارن کنار، یا اصلا بعد از اصلا سه دوره اصلا پیر شدی یا اتفاقی برات افتاد درگذشتی، بعد این سیستم دربار تریاکی و بقیه مهتران فاسد قاجار برمیگردن سر همون سیستم بخور بخور قبلیشون، این بار فقط بر بنیاد یک کشور یه خورده ساخته تر شده. در حقیقت همین چیزی که بعد از انقلاب رخ داد. بعد از انقلاب وقتی دولت پهلوی ساخت شد، خب یک کشور خیلی ساخته رو دست روح طبیعی کلاسیک ایران اسلامی داد و اینا شروع کردن بخور بخور فقط توی یه سطح خیلی بالاتر، چون چیزی واسه خوردن دوزیدن بیشتر شده بود. و بنابراین من با اون بخش کارش مخالف نیستم. این مشکلی که اگه شاهی بیاد سر کار و خود این اون عالم کننده باشه بیشتر هم دخالت میکنه در امور اجراییه، خب این یه مشکل اساسی بود. ولی گاهی اوقات آلترناتیوی نیست، گاهی اوقات آلترناتیوی نیست. یعنی اگر که یه دو سه تا آدم بسیار برنده و همزمان وفادار بودن که این کار رو میتونستن بکنن، خب این شاید اصلا بعد از یه مدت کاملا به اونها تکیه میکرد، میسپورت به اونها. البته کسی ممکنه بگه آیا تیمورتاش خودش چنین نبود، آیا نمیدونم فروغی چنین نبود. آخر سر هیچ کی مثل خودش نبود تو این بخش کنندگی و برندگی و پیش بردن. ولی ما میگم به بعدن به مشکلات روحی خود رضا شاه میرسیم که بعدن توی این مسئله تمرکز قدرت اغراق کرد.
یعنی از اول به خودش نگفته بود که رضا این یک یه کامپرامیس 10-15 ساله است ما داریم میکنیم که تو هم شاهی هم بیشتر انگولک میکنی تو کار ایجاد قوه اجراییه، ولی بعد از 10-15 سال باید هی کم کم بیشتر عقب نشینی کنیم، بسپری به خود قوم دیگه، تو فقط به اون روح پشت پرده باید مراقب باشی که این مسئله اصلی ادامه پیدا کنه. یا اگر انگولکی میکنی برای ثبات بخشیدن، برای اینکه روی ریل اصلی این کارا بره جلو، بیشتر از 30% نباید باشه، 70% باید آزادی عمل خود نخست وزیر باشه. این فکرا رو بیگمان تو ذهنش نکرده بود. یعنی بعدن که اومد سر کار و کارا رفت جلو و هی سرعت کارام بیشتر شد، با سرعت داشتن میساختن و میساختن و میساختن و میرفتن جلو، یک احساس بیگمان خود بزرگ بینیم بهش موقع دست داده بود، به این احساس که دیگه بقیه رو لازم نداره و میتونه اصلا بفرسته خونه و مثل همون سیستم پادگان همه کشور رو بگردونه، تا اندازه بهش دست داده بود. البته برخی ها ممکنه بگن که نه، این حس این که من هیچ کی رو لیاز ندارم نبود، بلکه به خودش شاید میگفت تو نیمه دوم کار میخوای کارهای سختی انجام بدی، مثل مثلا کشف حجاب و اینا، برای اونا یه فضای بسته تر نیاز داری که میزان دیکتاتوری باید بالاتر باشه که بتونی اون کار رو خلاف خواست قوم انجام بدی. من گمان میکنم نه، نیاز نبود. شما یه همین 5-6 تا آدم کننده رو که دور خود جمع کرده بودی، تیمورتاش، نمیدونم فروغی و داور و کسایی توی این رده بندی، حتی توی سطح دوم مثلا حتی کسایی مثل حسین علا اینا که توی وفاداریشون هم شکی نبود، اینا رو داری، کارهای سخت هم میخوای بکنی مثل کشف حجاب، لازم نیست حتما یک تحکم دیکتاتوری خفه کننده توش باشه، اونجوری که بعدن مستوفی توصیف کرده بود که دیگه نمیشد که با ایشون کار کرد دیگه، در حقیقت ارتباط فقط تبدیل دیگه فقط به فرمان و گاهی اوقات گفتار در مرز به اهانت شده بود. اینو میشه گفتش که اون روحیه در... ببین عرض من چی بود در آغاز کار، که وقتی توی کشوری برهوت هست و هیچ که کارشو درست انجام نمیده و همه تریاکی و همه دزد و همه فاسد یا بچه ننه هستن، خب اون یه نفری هم که استثناءن یه جور دیگه است، وقتی میاد و پیداش میشه این بیچاره هم بعد از یه مدت اصلا خودشو گم میکنه، چون دوروورش مهتران قوی نیستن که از خودشون دفاع کنن و حد ایشونو بهش نشون بدن و اونام کارهای خودشونو در بهترین حالت صلاحیت انجام بدن. حالا ما ناز تو بخش اوایل کار هستیم. تو اوایل کار که وقتی که شاه شد، بعد آدم خوشنامی مثل مستوفی هم شد نخست وزیر و بعد پروژه های عمرانی همونطور که قبلا خودش نخست وزیر بود با سرعت ادامه پیدا کرد، فقط این بار دیگه با خیال راحت از سوی رضا شاه، اکنون دیگه رضا شاه، که رضا از پشت پرده یو کسی از این توطئه های مدل قاجاری دیگه نمیتونه علیت بکنه، یو مثلا بزنید ریل دیگه گذاشته شده، اینم نخست وزیر، اونم فلان، تخت گاز دیگه بریم جلو، و تخت گاز هم تفلی ها رفتن انصافا. بله دقیقا، میزان کاری که انجام دادن بعد از شاه عباس دیگه تو این تراکم هیچ وقت نشده بود و تو این تراکم حتی در زمان شاه عباس هم نشده بود. البته هر زمانی خب ویژگی های خودشو داره، میگیم ویژگی عصر مدرنه، مثلا صنعتی، سرعت کار اصلا یه جور دیگه است و اینها، نه به اونم فقط ربطی نداره، بلکه به این ربط داره که روانشاد رضا شاه به نظر من از شاه عباس هم آدم کارآمدتری بود. یک تازه شب اونجا مدت زمانی که رضا شاه هم شاه بود بسیار کوتاه بود، 16 سال توی زندگی یک ملت خیلی زمان کوتاهی. ببین یه ناآرامی، یک انرژی و ناآرامی یه بی نهایت توش بود که همش میخواست روزی 18 ساعت در روز کار کنه. درست. و اگه کسی بقیه اون دورور نمیدید خیال میکرد که این از آلمان پاشو درفته اونجا، چون این مرض آلمانی هم دارن یا قدماشون بیشتر، این طفلی اصلا مال اونجا نبود، اصلا این حالت غیرعادی داشت کاراش و ویل نمیکرد دیگه. یعنی با چنان انرژی میدید تو همون مهتران اونایی که کننده هستن کیا هستن، بهتریناشون رو قربال کرده بود، مثلا یکی از این جواهرهای درخشان تیمورتاش بود.
واسه همینم داستان هر چی بیشتر تراژیکه که بعدن خودش برخی از اینها رو به کام مرگ سپرد و از بین برد، بهتریناش و جواهرا رو پیدا کرده بود و سر کار گذاشته بود و اینا با شلاق میداد به این اسب، این عرابه چهار اسبه و چهار نل داداش میرفت جلو و تعداد کارا اصلا غیر عادی بود. یعنی واقعا کشورهای اروپایی هم اگه میخواستن خودشون رفرم کنن از این سرعت ها نداشتن، میزان کارا که انجام شد خیلی غیر عادی بود. کاملا درست. اینا رو آدم باید... شهرام الان به دوره شاهی رضا شاه، خب ما دوره نخست وزیری و وزیر جنگی ایشون رو سپری کردیم، ولی تو صحبت ها چون اصلا صحبت اسماعیل خان استمیت شد، خوبه برای اینکه همینان بدونن حجم کار به چه صورت بوده. الان اگه یه جای شورشی بشه، یعنی هوا نیروز رو میفرستن، چون دوتا گردا میفرستن، بمب میزنن، بمباران میکنن، قال قضیه رو میکنن. ولی شما تصور بکنید هنگامی که اسماعیل خان استمیت خود که یک خان کرد در آذربایجان غربی علم شده و شروع کرده در کردستان آذربایجان و آذربایجان شرقی تا حدود زنجان اومده و کارش بگیر و ببند و بکش و یک اعمال خشونت عجیب و غریب احسار گسیخته است در شمال غربی ایران، هنگامی که رضا شاه میره با اون سرتیب طهماسبی که فرمانده لشکر آذربایجان بوده که برن سراغ این که نهایتا موفق میشن خل سلاش کنن و بعد اعدامش بکنن، خودش و 7-8 نفر از نزدیکانش رو، 20,000 نیروی مسلح داشته اسماعیل خان سپید خورد، 20,000 تن. کل لشکر آذربایجان که یه تیپ ناقص بوده 3,000 نفر بوده. اونا معلوم نیست 3,000 تا سلاح و جیره مواجب داشتن یا نداشتن. 20,000 تا نیروی مسلح. حالا این نام رو حتی خیلی همینان ما نشیدن سمیت خورو. میخوام بگم که کنندگی کار با ابزاری که نبوده بسیار سخت بوده، با امروز قابل سنجش نیست که به هر حال به عنوان نمونه ازش یاد کردیم. حالا فهرست و دوستان هم... وقت چقدر داریم شاهین جان؟ وقت همون میخوام یه مقدارم در مورد مصورت شاهنامه یادآوری کنم. اگه مثلا کوتاهی بگوشم اگه نه نشست بعدیم ادامه میدیم. نه دیگه میگفتم، فقط میگفتم مثلا فهرستی که تو ذهن همه دارن در مورد کارهایی که اون زمان شده، حالا بار بعد بهش میپردازیم، نمیدونم ساخت راهن سراسری، راهسازی سراسری، نمیدونم همون خیابان پهلوی که تو تهران ساختن چقدر مشکلاتی داشت ساختنش، لباس نوین، نمیدونم کت شلوار، کلاه نوین، نمیدونم کشف حجاب که بعدن اومد، ثبت احوال، نمیدونم با صدور شناسنامه برای همه، لغو کاپیتولاسیون، حالا اون چیزی که مربوط به ترکمنچای اونجا بود، نمیدونم نیروی نظامی رو از نو یونیفرم بهش دادن و منظم کردن، بنیان بانک سپه، بانک ملی، نمیدونم بانک فلاحتی، بیمه، رادیو، دانشگاه تهران، خبرگزاری پارس هم گمان کنم همون موقع بود، شرکت نساجی مازندران و و و و, و یه فهرستی که به صدها آیتم یوم میره. یعنی انجام کار غیر عادی بود که آدم اون شدت عمل رو میبینه که با چه سرعتی دارن کار میکنن. ولی حالا چون وقت نیست که نشست بعدی اون موقع یه مقدار بیشتر میشکافیم و من بعد یه موقع وقتی بخش دوم وارد شدیم و اشتباهات هم که رضا شاه کرد، ببینید به اون بخش برآورد مهم میرسیم از اون نگاهی که روشنفکرای کشور دارن به رضا شاه، که نگاهشون تا بخش بزرگیش چقدر خنده داره. درست. کامل. بسیار خوب، ما نشست آینده این دوستان رو پی میگیریم. من خواستم که دو تا نکته رو بگم پیش از پایان. یکی این که از همیهنانی که مهر کردن و همیاری مالی کردن به جنبش رنسانس ایرانی که یکی از هزینه هایی که میکنه همین پرداخت هزینه ماهواره است و این ساعتی که در تلویزیون پارس داریم، ازشون سپاسگزاری کنم. اونهایی رو که از روی پیپر کمک کردند و برای نشست آینده میذارم که فهرستشون رو داشته باشم، ولی کسانی که غیر از پیپر کمک کردند و بسیار ازشون سپاسگزاریم، هم‌اندیشان و همیهنان ارجمند، خانم پریمرز جوانشیر، جنابان فرید زربخش، رضا مظاهری، فرهاد پرتوبی، امیر بهرانی، طهمورث اولیایی، پرویز عدالی زاده و رضا داوودی. باز اشاره میکنم ایرانیان رنسانس.com
میتونین تشریف ببرین روی وبسایت ما iranianrenaissance.com تو بخش همیاری یا دونیشن. وقتی کلیک کنید میتونید که با پیپل یا کردیت کارتتون از جنبش رنسانس ایرانی پشتیبانی کنید. یکی از کارهایی که جنبش میکنه همین مطلب دوم مسابقه شاهنامه که الان پس از سخن ما به پایان برسه به اصطلاح کلیپش پخش میشه. توجه کنید و به دوستانی که علاقه مندن بدهید. جوایز نقدی داده میشه به برندگان. کارهای بسیار زیبایی رسیده که حتما پس از پایان مسابقه شاهنامه در ماه آینده اینو کارهای جالب رو پخش میکنیم، ببینید که چه نوآوری ها و ابتکار زیبایی و همیهنان به کار میبندن وقتی که میره تو دامنه شاهنامه و به کارگیری هنر و خلاقیت اونا. کلیپ شاهنامه هم توجه کنید. به دوستانی که فکر میکنید تو کار هنری هستن یا مقاله می‌نویسن یا تو کار نمایش هستن، نگارگری میکنن، خوشنویسی میکنن، هر کدوم از اینها حتما بهشون کلیپ رو یادآوری کنید و ازشون بخواید که تو مسابقه شاهنامه جنبش رنسانس ایرانی شرکت کنن. خب شهرام جان به پایان رسید. البته سخن همچنان باقی است برای نشست بعدی. خیلی سپاس از خودت و همچنین سپاس از همیهنانی که توجه کردن و همراه بودن. بدرود تا نشست آینده. بدرود.